سلام، مهیار هستم همراه مامان. به برنامه آموزش امروز خوش اومدید. آموزش امروزمون دونر کباب مرغ، البته به روش خودمون. بریم آموزشش رو با هم دیگه ببینیم. 1 کیلوگرم رون مرغ بدون استخون رو میریزیم تو ظرف. اگر دوست داشتید که میتونید چربی اضافه‌اش رو بگیرید، اگرم نه که میتونید با چربی بریزیم. ما چربیاش رو گرفتیم. 200 گرم ماست ساده رو اضافه میکنیم. شما به دلخواه خودتون میتونید ماست پرچرب بریزید، ولی یا مثل ما میتونید ماست ساده رو بهش اضافه بکنید. حالا بریم ادویه‌ای که میخوایم استفاده کنیم برای این دونر کبابمون. یه قاشق چایخوری بهش نمک اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری بهش فلفل سیاه اضافه میکنیم. بعد از این سیر استفاده میکنیم. میتونید هم پودر سیر بریزید هم خود سیر رو. ما اینجا 2 قاشق چایخوری از سیر رنده شده استفاده کردیم. حالا 2 قاشق چایخوری پودر زنجبیل میریزیم. اگه خود زنجبیل رو داشتید که میتونید رنده کنی بریزید، اگرم نه که مثل ما میتونید پودرشو بریزید. 5 گرم رو به گوجه فرنگی حالا بهش اضافه میکنیم، فقط بیشتر نشه چون طعمش رو به کل به هم میریزه. حالا اینجا 2 قاشق چایخوری بهش پاپریکا اضافه میکنیم، همون پودر فلفل دلمه قرمز. 2 قاشق چایخوری بهش پودر چیلی اضافه میکنیم، پودر فلفل قرمز و آخرش هم 2 قاشق چایخوری هم بهش پودر کاری اضافه میکنیم. و بعدش هم در نهایت وقتی که همه ادویه‌ها رو اضافه کردیم، با قاشق کامل تمام مواد رو با همدیگه هم میزنیم، یا میتونیم با دستمون هم همین کار بکنیم، ورز بدیم که مواد به خورد همدیگه برن. بعدش هم به مدت 2 تا 3 ساعت میذاریمشون تو یخچال تا مواد کامل استراحت بکنن. الان یه دونه سیب تقریبا درشت رو برمیداریم. حالا میگیم چرا از سیب میخوایم استفاده بکنیم. دیدین رستوران ها دونر کبابا رو به سیخ میکشن و میزن رو حرارتی که دور تا دور داره گوشت رو میپزه و بالا و پایین به دستگاه چف میشه. حالا این سیب دقیقاً کار همین چف شدن دستگاه رو انجام میده. پس تا اینجا خوب متوجه شدین دلیل این سیب رو، یا حالا بهتر هیجانیش بکنیم، راز این سیب قرمز چی بود. خب حالا سر و ته سیب رو با چاقو میبریم و به 2 تا تیکه تقریبا متوسط برشش میدیم. حالا اینجا ظرف فرمون رو بر میداریم که دونر کبابامون رو بذاریم توش. مهم هم نیست که اندازه ظرفتون چقدر میخواد باشه، چون دقیقا میخواییم بذاریم وسط ظرف. اگه کاغذ روغنی استفاده میکنیم و ظرف فرمون رو باهاش میپوشونیم که وقتی میذاریم تو فر موادی که میخواد بریزه روی کاغذ روغنی بریزه. خب اگر این کاغذ روغنی رو نذاری، بعدش دیگه با کلی زحمت با ظرفتون رو بشوره که کار خسته کننده هستش. اینجا اون تیکه سیبایی که بریدیم و یه دونش رو میذاریم کف ظرفمون. بعدش از این سیخهای چوبی استفاده میکنیم و داخل سیب فرو میکنیم. میتونید حالا از 3-4 تا سیخ استفاده کنید تا خوب محکم بشن، برای اینکه به سیخ بکشیم و تیکه‌های مرغمون خوب روش جا بیافتن. بعدش دونه دونه تمام مرغامون رو به سیخهای چوبی که توی سیب گذاشتیم میکشیم. خیلی آروم و یواش و با حوصله این کار انجام بدید که سیخها از سیب جدا نشن. تا انتهای سیخها رو همینجوری یواش و آروم پر میکنید و با یه تیکه سیب در آخر روش رو چفت میکنید. میبینید؟ اصلا از هم جدا نمیشن، کامل کامل جفت هم شدن. الان دیگه دونر کبابمون کامل آماده شده که بذاریمش داخل فر. خب حالا یواش و آروم برشون میداریم و میذاریم داخل فر. فرمون رو از قبل گرم میکنیم و به مدت 1 ساعت و ربع با دمای 200 درجه سانتیگراد میذاریم تا دونر کبابمون کاملا بپزن. خب حالا الان دونر کباممون کامل کامل پخته شده و فر درش میاریم. توی ظرف به همین اندازه که میبینید میذاریم. اون سیب قرمز هم از روش بر میداریم. البته الان که بیچاره دیگه قرمز نیستش، انقدر جلیز بوده شده چیزی ازش نمونده. دونر کباممون رو میذاریم شکم خنک بشه تا راحت بتونیم برشش بدیم. میبینید؟ قشنگ کامل پخته شده تو فر. فقط دقت کنید با چاقوی معمولی برشش ندید. چاقومون باید اره‌ای باشه و کامل نازک بریده بشه. دستاتون هم همینجوری محکم بگیرید که موقع برش دادن کامل کنترل داشته باشید. دور تا دورش رو کامل همینطور که میبینید برشش میدیم. اول لایه طلایی یا همون لایه‌ای که تیره تر هستش رو برشش میدیم. وقتی که تموم شد قسمت روش، قسمت داخلی رو به همین صورتی که میبینید تا انتها کامل انجامش میدیم. میریم الان سراغ خرد کردن گوجه فرنگی هامون.
برای این مقداری که آماده کردین تقریبا 3 عدد گوجه فرنگی کافیه. دقت کنید گوجهاتون کامل باید سفت باشه که راحت بتونید ببریدش و له نشه. حالا سر و ته گوجه فرنگی رو میبریم. مهمترین کاری که باید انجام بدید حتما داخل گوجه فرنگی ها رو باید تخماش رو خالی کنید تا آب نندازه. اگر نکنه آب میندازه، اصلا همچین حالت جالبی پیدا نمیکنه. حالا اینجا حواستون باشه تا جایی که میتونید گوجه فرنگیاتون رو ریز ریز خوردش بکنید. درش باشه همچین حالت جالبی نداره، چهره جالبی هم به ساندویچتون نمیگیره. اینجا که حالا یه دونه گوجه فرنگی رو میبینید، ما برای اینکه فقط به شما نشون بدیم و متوجه بشید داریم این کار انجام میدیم. شما همون 3 تا گوجه فرنگیتون رو به همین صورت که میبینید خوردش کنید. میریم سراغ نونایی که میخوایم باش دونر کبابمون رو درست کنیم. بابا نون تورتیلا میخوایم دونر کبابمون رو درست کنیم، ولی میخوایم بهشون حالت بدیم تا به این شکلی که میبینید کامل مدل بگیرن. برای این کار ما از همچین قالبایی که میبینید استفاده کردیم که قالب مافین هستش. حالا شما از هر چیزی که در دسترس داشتین برای این که بتونید به نونتون مدل بدید میتونید ازش استفاده کنید. فقط باید جنسش از تفلون یا سیلیکون باشه، چون میخوایم بذاریمشون داخل فر. حواستون باشه یه وقت جنس پلاستیک استفاده نکنید که در این صورت خدایی نکرده یه آتیش سوزه بزرگی را میندازی که دیگه از خیر هر چیزی که با فر هستش میگذری. حالا به مدت 3 دقیقه با دمای 180 درجه سانتیگراد میذاریمشون داخل فر. خب حالا میرین که دیگه مرحله آخر موادمون رو داخل نون بریزید. این هم نونمون که فر درش آوردیم. میبینید دقیقاً شکلش این مدلی میشه. حالا میریم 3 قاشق غذاخوری از موادمون رو داخل نون بریزیم. فقط حواستون باشه که زیاد از مرغ داخل نونمون رو پر نباید بکنیم، چون بقیه موادمون هم میخوایم بریزیم روش که جا داشته باشه. بعدش روش و گوجه فرنگیامون رو که خیلی ریز خوردش کردیم میریزیم. به مقدار لازم هم جعفری خرد شده میریزیم که این دیگه به دل بخواهی خودتونه. بعضیا جعفری دوست دارن، بعضیا هم دوست ندارن، میتونن نریزن. بقیه نونامون هم به همین صورت که میبینید دونه دونه از مواد پرشون میکنیم و میذاریمشون کنار. تو این مرحله هم بازم به دل بخواهی خودتون هستش که ما روشو با پنیر گوده رنده شده یه مقدار پر کردیم. حالا شما هم کم و زیادش دست خودتونه، میتونید بریزید اگر هم دوست نداشتید که اصلا اجباری نیستش. بله خب حالا دیگه دونر کباب مرغ خوشمزمونم الان آمده سرو هستش و میتونید بردارید و با خیال راحت بخورید و نوش جونش بکنید. مرسی که ما رو نگاه کردین. اگه این برنامه رو دوست داشتید لایکش کنین، خوشحال میشیم نظرتون رو برای ما کامنت کنین، همچنین کانال ما رو سابسکرایب کنین، این زنگوله هم روشنش کنین که هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید.